یک کتاب صوتی با افتخار تقدیم می کند لطفا قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب صوتی را سابسکرایب کنید و نشانی زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می کند تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید لطفلی خان زند شاهزاده زیبا و دلیر در همین سال که آقا محمد خان قاجار نسبت به برادرش جعفر قلی خان زند زنین شد برای اولین بار اسم لطفلی خان زند را شنید لطفلی خان زن پسر جعفر خان زن بود و در آن سال پدرش فرماندهی یک قشون را به آن پسر جوان داد لطفلی خان زن در شهری چون شیراز که در آن دوره شماره مردان زیبا در آن کم نبود زیبا ترین جوان به شمار می آمد و هر قدر بزرگتر می شد زیباییش افزون می گردید سرهنگ گلد اسمیت انگلیسی میگوید در کشور ایران از آغاز دوره صفویه به بعد شاهزاده ای به زیبایی لطفلی خان زن دیده نشد روزی که آقا محمد خان قاجار برای اولین بار اسم لطفلی خان زن را شنید پیش بینی نمی کرد که آن جوان زیبا و دلیر در آینده چه مشکلاتی برایش به وجود خواهد آورد و چگونه مجبور خواهد شد که برای قلبه بر آن جوان هزینه قشون های بزرگ را متحمل شود لطفلی خان زند از شاهزادگان دلیر شرق بود و بعد از اینکه کشته شد چون قاجاری در ایران سلطنت می کردند مورخینی که از وقایع زندگی آن جوان اطلاع داشتند و واقف به روحی اش بودند نتوانستند اطلاعات خود را بنویسند و برای آیندگان باقی بگذارند بعد هم معاصرین لطفعلی خان زند مردند و اطلاعات دست اول از بین رفت و آنچه که باقی ماند اطلاعات دست دوم بود که در تواریخی که در دوره ناصرالدین شاه نوشته شد منعکس گردیده و آن اطلاعات هم به خوبی معرف آن شاهزاده دلیر و زیبا است و حتی در آنها هم رعایت نظریه سلاطین قاجاری محسوس است و مورخین قسمت هایی از شرح زندگی لطفلی خان را حذف کرده اند و فجایع اعمال آقا محمد خان را در مورد آن جوان بعد از اینکه دستگیرش کردند مسکوت گذاشته اند تا اینکه سبب خشم حکومت وقت نشود از کتب نویسندگان و جهانگردان اروپایی که به ایران مسافرت کرده اند بیش از کتب مورخین ایرانی راجب به لطفلی خان زند می توان کسب اطلاع نمود و به سیمای آن شاهزاده دلیر و زیبا که جرعتی بیش از جرعت شیر داشته پی برد لطفالی خان زن به مناسبت داشتن دلیری کم نظیر و جرأت فوقلاده شبیه به یکی از پهلوانان افسانه‌ها ها بود که وقتی می دیدن تنها هستند ولی دشمن از هزار مرد سلح جور بیشتر از خود مبادرت به حمله می کردند و به تنهایی صف قشون هزار نفری را می و از آن نیز عبور می نمودند. خان چند بار از این شاهکارها نشان داد و اگر آن شاهزاده در مغرب زمین میزیست آواز اشتوری تنین می که در صف قهرمانان دنیا جزو چهره های جاوید میشد اما مورخین ایرانی از بیم حکومت قاجاری نتوانستند او را از روی واقعیت معرفی کنند و بشناسانند و تا آنجا که من اطلاع دارم هنوز نویسنده ای در ایران پیدا نشده است که شرح زندگی لطفلی خان زن را موضوع یک اثر ادبی مفصل قرار بدهد و او را به عموم بشناساند من نمیدانم که آیا در ایران راجب لطفلی خان زند خاطراتی هست که هنوز منتشر نگردیده و مردم از آن اطلاع ندارند یا اینکه آقا محمدخان و برادرزاده اشفت علی شاه تمام نوشته های مربوط به شاهزاده دلیر و زیبای زند را از بین بردند اگر در ایران از قدما خاطراتی راجع به لطفلی خان زن وجود نداشته باشد برای نوشتن شرح حال او باید از خاطرات جهانگردان خارجی و مورخین اروپایی و افسرانی که در دوره فتح علی شا از اروپا به ایران آمدند و بعضی از آنها خود خاطراتی به یادگار گذاشته اند استفاده کرد آقا محمد خان قاجار تا سیزده روز بعد از آغاز سال شمسی در تهران بود و آنگاه با یک قشون راه افتاد و در پایان ماه شعبان سال 1202 هجری قمری وارد اصفهان شد و بعد نیروی خود را تقویت نمود و خواست که فارس را بگیرد و خود را به شیراز رسانید و آن شهر را تحت محاصره قرار داد جعفر خان زن در شیراز بود ولی پسرش لطفلی خان به فرماندهی یک دسته از سربازان زبده مبادرت به جنگ و گریز می کرد که این نوع جنگ را امروز به اسم جنگ های پارتیزانی می خانند. خشون آقا محمد خان قاجار که شیراز را محاصره کرده بود آسود خاطر به سر نمی برد و گاهی در روز مورد دست برده لطفلی خان زن قرار می گرفت و شبها آقا محمد خان قاجار مجبور می که قسمتی از سربازان خود را غیر از نگهبانان بیدار نگاه دارد که بتوانند جلوی حمله لطفلی خان را که اغلب با دست برد قرین بود و چیزهایی از قشون آقا محمد خان را به قنیمت می برد بگیرند لطفلی خان زند هنگامی که در شیراز قشون آقا محمد خان را به سطوح می آورد با موازین اجتماعی امروز یک پسر بچه به شمار می آمد نه یک مرد اگر لطفلی خان زند امروز در همان سن آشکار می شد هیچ کس او را به بازی نمی گرفت و وی را به چشم یک طفل نگاه نمی کرد اما به طوری که یک بار گفتیم در اعثار گذشته چه در کشورهای شرق و چه در کشورهای غرب استعدادهای سیاسی و اقتصادی و یا جنگی جوانان زودتر از امروز بروز می کرد. چون در گذشته مثل امروز پسران حتی پسران اشراف مدتی از عمر جوانی را در مدارس متوسطه و دانشگاه به مصرف نمی رسانیدند و در مغرب زمین فقط کسانی که می خواستند کشیش یا طبیب و یا قاضی و وکیل مدافع شوند مدتی از عمر خود را در دانشگاه می گذرانیدند. در اروپا اکثر پسران اشراف بی سواد به بار می آمدند چون اشراف اروپا تحصیل سواد را ننگ می دانستند مگر وقتی که می خواستند پسرشان کشیش شود حرفه پسران اشراف در اروپا دو شغل بود یکی حرفه جنگ و دیگری حرفه کشیش شدند برای رسیدن به مقام های بزرگ در کلیسا به خصوص مقام کاردینالی حتی سلاطین اروپا پسران خود را وادار به تحصیل کافی نمی کردند و هنری سوم پادشاه فرانسه می گفت که برای ولی اهد من قدری سواد به اندازه اینکه بتواند فرمانهای سلطنتی را امضا کند کافی است. لیکن سلاطین شرق و به خصوص پادشاهان ایران برخلاف سلاطین اروپا پسران خود را وادار به تحصیل می نمودند و بعضی از سلاطین شرق جزو دانشمندان نیز بودند پسران سلاطین و اشراف در ایران از سن چهار سالگی به معلم سپرده می شدند و معلم سواد خواندن و نوشتن را به آنها می آمخت. و بعد از اینکه از عهده خواندن و نوشتن برمی آمدن صرف و نه و مقدمات زبان عربی و علم حساب را تحصیل می نمودند و تحصیل آن علوم مانع از این نبود که به کارهای سیاسی یا جنگی نرسند و چون زود مبادرت به کارهای سیاسی یا جنگی می نمودند هرگاه استعداد داشتند لیاقت آنها آشکار می گن. طرز تربیت لطفلی خان زند هم مثل سایر پسران اشراف ایران بود و او بعد از تحصیل سواد خواندن و نوشتن مقدمات عربی و صرف و نحو آن زبان و علم حساب را تحصیل کرد و در زمزیر زیر دست پدرش جعفر خان زند کارهای سیاسی و جنگی را فرا گرفت و به زودی معلوم شد که در کارهای جنگی استعداد دارد وقتی آقا محمد خان قاجار شیراز را محاصره کرد لطفلی خان زند فهمید که ویبانی روی کوچک خود نمیتواند با قشون آقا محمد خان مساف بدهد و اگر مقابل قشون خاجه قاجار جبهه بندی نماید و با او مبادرت به جنگ منظم کند نابود خواهد شد اما اگر مبادرت به جنگ و گریز یعنی جنگ پارتیزانی کند می تواند دائم قشون آقا محمد خان را ناراحت کند و قنائم جنگی به دست بیاورد این بود که جنگ های پارتیزانی را علیه آقا محمد قان قاجار شروع کرد و طوری ابراز لیاقت کرد که مردی چون خاجی قاجار را با اینکه یک ارتش نیرومند داشت به تنگ آورد و او را وادار نمود که دست از محاصره شیراز بکشد و مراجعت نماید. در آغاز جنگ های پارتیزانی لطفلی خان زند شبها مبادرت به حمله می کرد و شب اول سربازان او با صدای شغال یکدیگر را برای دستورد آگاه کردند زیرا اطراف شیراز شغال فراوان بود و از ماه دوم بهار صدای آنها به گوش می رسید و در وسط تابستان که در پالیزها میوه فراوان می شد شغالها تا مدتی بعد از نیمه شب زوزه می کشیدن و و بانان تا نزدیک صبح بیدار می ماندن تا اینکه شغالها میوه های پالیز را نخورند در آن شب که اولین حمله سربازان لطفلی خان زند به قشون آقا محمد خان قاجار صورت گرفت سربازان خاجه قاجار قافل گیر شدند آنها تصور کردند که عدهای شغال به سوی قشون می آیند تا اینکه مورد حمله قرار گرفتند و هفتاد تن از سربازان آقا محمد خان در آن شب به قتل رسیدند و بیش از دویست تن مجروح شدند و سربازان لطفلی خان زند مقداری تفنگ و شمخال به قنیمت بردند شب دوم سربازان لطفلی خان زند برای اینکه یکدیگر را جهت حمله آگاه نمایند صدای کفدار را تقلید کردند و شب بعد از صدای جغ تقلید نمودند طوری صدای جانورانی که هنگام شب به گوش می رسید سربازان آقا محمد خان را متوحش می کرد که هرگاه یک بوم واقعی آن شب به صدا در می آمد تمام سربازان آقا محمدخان خود را برای جنگ آماده می کردند و فکر می که باز سربازان لطفلی خان زند به آنها نزدیک می شود و قصد حمله دارند هرگز لطفلی خان زند از یک طرف مبادرت به حمله نمی کرد بلکه پیوسته از چند طرف مبادرت به حمله می نمود تا اینکه آقا محمد خان را در دل شب گیج کند و او نتواند نیروی خود را برای دفع سربازان وی در یک نقطه متمرکز نماید یک شب لطفلی خان زند از طرف مشرق مبادرت به حمله کرد و بعد از یک نبرد کوتاه در همان امتداد مبادرت به عقب نشینی نمود در موقع عقب نشینی آهسته می رفت تا اینکه سواران آقا محمد خان قاجار تشویق شوند و او را تعقیب نمایند و همین که نزدیک سربازان لطفلی خان زن رسیدند یک مرتبه گودالی در زیر پای آنها گشوده شد و آنها در یک گودال عمیق افتادند لطفلی خان زن قبل از اینکه مبادرت به حمله کند یک حفره وسیع در راه حفر کرد و روی آن را پوشانید و هنگامی که سربازان او حمله کردند و مراجعت نمودند از کنار آن حفره گذشتند ولی سربازان آقا محمد خان که نمی دانستند در راه آنها حفره ای کنده شده در آن افتادند و بعضی کشته شدند و برخی مجروح گردیدند یکی از کارهای لطفلی خان زند علیه آقا محمد خان قاجار شبیه به مین این عصر بود. در آن دوره مین وجود نداشت که لطفلی خان زند اطراف اردوگاه آقا محمد خان را مین کند، اما ابتکار و سرمشقی برای مین قرن بیستم به شمار می آمد. لطفلی خان زند اطراف اردوگاه آقا محمد خان قاجار تله مانند تله های گرفتن گرگ نصب کرد و هر کسی که پا روی تله مزبور می از یک پا ناقص می و دیگر نمی توانست در جنگ شرکت نماید بعد از چندین شب که لطفلی خان زند با صدای جانوران مبادرت به حمله کرد فهمید که صدای حیوانات توجه سربازان را جلب می نماید و باید بدون صدا حمله کند از آن به بعد سربازان لطفلی خانزند زند بدون صدا به قشون آقا محمد خان نزدیک می شدند و آنهایی که وظیفه داشتند که نگهبانان مقدم را از بین ببرند خود را به شکل جانوران می کردند و سر را زیر یک سرپوش پنهان می نمودند. و چهار دست و پا به نگهبانان مقدم نزدیک میشدند یا روی زمین می خزیدند و وقتی به نزدیک نگهبانان می رسیدند یک قطع خمیر را روی صورتش میسببانیدند که داد نزند و دیگری که از عقب میآمد کار آن نگهبان را می ساخ. لطفالی خان می دانست که لازمه قافلگیری این است که نگهبان مقدم نتواند فریاد بزند و توجه دیگران را جلب کند و اگر فریاد او برنخیزد از کار انداختن نگهبانان دیگر دشوار نیست آقا محمد خان قاجار طبق روش جنگی نیروی خود را اطراف شیراز متفرق نکرده بود رسم محاصره یک شهر این است که اطراف شهر نگهبان میگمارند تا اینکه رابطه ی آن با خارج قطع شود ولی ارتش را در تمام حلقه محاصره متفرق نمی نمایند چون متفرق کردن ارتش در سراسر حلقه محاصره بدون فایده است و هنگامی که دشمن از شهر خارج می شود خطرناک می باشد اگر موقعی که نیروی دشمن از شهر خارج می شود ارتش محاصره کننده در سراسر حلقه محاصره متفرق باشد نمی تواند جلوی حمله کسانی را که با سرعت از شهر خارج شده ان را بگیرد اما اگر ارتش محاصره کننده نیروی خود را طوری قرار بدهد که در چهار جهت اصلی شهر چهار واحد بزرگ داشته باشد دشمن از هر طرف که از شهر خارج شود ارتش محاصره کننده می تواند با سرعت جلوی کسانی را که از شهر خارج شده ان را بگیرد آقا محمد خان قاجار که یک سردار جنگی بود قشون خود را در سراسر حلقه محاصره متفرق نمی کرد بلکه در هر یک از جهات اصلی یک واحد قوی مستقر می نمود و در جاهای دیگر واحدهای کوچک یا نگهبان می گماشت. لطفلی خان زند که از این موضوع مستحضر بود هر شب به واحد های کوچک حمله می کرد و افراد را به قتل می رسانید و اسلحه و هایشان را می برد. حتی یک شب جوان زن دو زنبورک برد و وقتی به آقا محمد خان اطلاع دادند که دو زنبورک برده شده پرسید که نگهبانان آن دو زن بورک که هستند؟ گفتند که دو سرباز که متصدی آن دو زنبورک بودند کشته شدند و آقا محمد خان گفت اگر به قتل نمی رسیدن من آنها را به قتل میرسانیدم. رسانیدم هر قد محاصره شیراز بیشتر طول می کشید لطفلی خان زند اقدامات خود را علیه قشون آقا محمد خان قاجار بیشتر می کرد لطف علی خان زن نقط ضعف قشون آقا محمد خان را دریافته بود و میدانست که چون قشون آقا محمد خان شیراز را تحت محاصره گرفته و یک قسمت از نیروی او خواه ناخواه اطراف شیراز متفرق است لذا می توان به سهولت به قسمت های ضعیف آن نیرو حمله کرد اگر قشون آقا محمد خان در یک اردوگاه متمرکز می شد لطفلی خان زن نمی توانست با پیکارهای پارتیزانی آن قشون را مورد دست برد قرار بدهد اگر آقا محمد خان قاجار برای قشون خود یک اردوگاه به وجود می آورد به طور حتم اطراف اردوگاه را مستحکم می کرد و آن را مبدل به یک دژ جنگی می نمود و لطفلی خان از هر طرف که به اردوگاه نزدیک می گردید دوچار تلفات می شد و ناگزیر بود برگردد. اما چون قشون آقا محمد خان قاجار اطراف شیراز متفرق بود خاجه قاجار نمی توانست برای امنیت ارتش خود اردوگاه مستحکم به وجود بیاورد خاجه قاجار طوری در فنون جنگ بسیر بود که در یکی از جنگ ها که شهری را محاصره کرد و به طوری که شرح آن خواهد آمد و فصل زمستان نزدیک شد و آقا محمد خان قاجار دانست که سربازانش نمی توانند که در فصل زمستان پشت حصار آن شهر استقامت کنند به برادرزاده اش بابا خان جهانبانی یعنی فتح علی شاه آینده دستور داد که در پیرامون شهر محصور یک شهر بسازد تا اینکه سربازان در فصل زمستان در آن شهر به سر ببرند و محاصره را ترک نکنند ولی هنگامی که شیراز را محاصره کرده بود نمی توانست برای نقاط ضعف قشون خود استحکامات به وجود بیاورد لطف علی خان زند نتوانست حتی یک مرتبه به چهار واحد بزرگ قشون آقا محمد خان قاجار که در چهار جهت اصلی شیراز مستقر شده بودند حمله کند برای اینکه هر یک از آن چهار واحد بزرگ اردوگاه داشتند و اردوگاه آنها مستحکم بود و لطفلی خان زند اگر به آنها حمله ور می نابود می گردید یا مجبور بود با تحمل تلفات برگردد این بود که از نقطه ضعف قشون آقا محمد خان قاجار استفاده می کرد و به قسمت هایی از خط محاصره که قوت نداشت حمله ور می شود. در نیروی پارتیزانی لطفلی خان زند حتی یک سرباز پیر وجود نداشت و تمام سربازان خان زند جوان بودند و چند تن از آنها همسال لطفلی خان زند به شمار می آمدن. سربازان خانه در دوره از عمر به سر می بردند که یک مرد جوان دارای نشاط طبیعی است و کارهای سخت او را خسته نمی کند و اگر خسته شود بعد از چند ساعت استراحت رفع خستگی می نماید و می تواند به کار بپردازد پارتیزان های لطفعلی خان زند در دوره ای از عمر به سر می بردند که برای مرد جوان کار کردن تفریح است ولو کار جنگ باشد هرگز سربازان جوان لطفلی زند از خنده و شوخی باز نمی ایستادند و خانه زند نیز مثل آنها میگفت و میخندید و به مناسبت جوانی بین لطفلی خانه زند و سربازانش رابطه رسمی که بین یک فرمانده و سربازان او وجود دارد وجود نداشت در عوض کیفیتی بین سربازان و خانه زند وجود داشت که آن کیفیت در هر قشون به وجود بیاید و زامن موفقیت است و آن اینکه تمام سربازان فرمانده جوان خود را دوست می داشتند و همه حاضر بودند که برای تحصیل رضایت او جان فدا کنند در گذشته سربازان سال خورده وقتی به جنگ می رفتند، فکرشان در درجه اول معطوف به تحصیل ثروت آزمایش های عمر به آنها آموخته بود که انسان هر قدر دلیر باشد برای زندگی کردن محتاج ثروت است و شخص نمی تواند فقط با دلیری زندگی کند و شجاعت به طور حد باید مبدل به زر و سیم گردد تا زندگی انسان را تأمین نماید ولی سربازان لطفعلی خانه زند به مناسبت جوانی در فکر تحصیل ثروت نبودند و وقتی برای پیکار به راه می افتادند قصد نداشتند که زر و سیم تحصیل نمایند و بهترین قنیمت جنگی را تفنگ و شمخال و زنبورک و اسب می زیرا در پیکارهای دیگر مورد استفاده آنها قرار می گرفت. آنها بهترین پاداش را این میدانستند که خانه به آنها بگوید امشب خوب جنگ کردید یا بگوید امشب من از همه راضی هستم یا یکی از سربازان را مورد خطاب قرار بدهد و بگوید دست مریزاد یک قدر شناسی شفاهی طوری آنها را مسرور و سرمس می کرد که پنداری ثروت جهان را به عنوان پاداش به آنها بخشیدند در قشون پارتیزانی لطفعلی خان زند فقط چندین نفر دارای زن و فرزند بودند و دیگران زن و اولاد نداشتند که فکر کنند اگر در جنگ کشته شوند زن و فرزندانشان بدون سرپرست میمانند هوا خوب بود و سربازان پارتیزانی لطفلی خانزند می توانستند در صحرا و هوای آزاد بخوابند و می دانستند که تا نیمه پاییز هم هوا خوب خواهد بود و آنها می توانستند به جنگ و گریز ادامه بدهند علی خان زند راجب وضع قشون آقا محمد خان قاجار اطلاع کافی داشت زیرا هر وقت سربازانش می توانستند یک یا دو نفر از سربازان آقا محمد خان را از یک قسمت می رو بودند و نزد لطفلی خان می بردند و خانه زند اسیر یا اسیران را مورد تحقیق قرار می داد و راجع به قشون آقا محمد خان از آنها تحقیق می کرد و می فهمید که کدام منطقه ضعیفتر است و شب بعد به همان منطقه حمله می نمود. اقدامات لطفعلی خان زند آقا محمد خان قاجار را به سطوح آورد و یک واقعه دیگر هم پیش آمد که سبب شد خاجه قاجار ادامه توقف در پشت حصار شیراز را جایز ندانست و تصمیم گرفت که دست از محاصره بکشد و با قشون خود از شیراز مراجعت نماید دنیای یک کتاب صوتی